میهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. عرض کنم حضورتون که دیروز ملت گرما و قطع برق برنامه نشد، افتاد به امروز. البته دیروز اینجا هم زیاد همچین اطمینان نداشتیم که برق ما نره، چون سه روز پیش در اثر این طوفان و باد 17,000 خونه در اینجا برق نداشت، 17,500. خب عرض کنم حضورتون امروز درباره هایپر لیپیدمی، یعنی داشتن مقدار زیادی لیپید یا چربی در خون که شامل کلسترول و تریگلیسیرید میشه و هیچ سمپتومی نداره، هیچ علامتی نداره و برای بیشتر اشخاص دارای آثار بدی بر روی سلامتی آنها نیست و یکی از عواملی است که با همکاری عوامل دیگر میتونه ببخشید میتونه باعث بیماری های قلبی بشه. عرض کنم حضورتون مقدار بالای لیپیدها در خون کمک به سخت شدن و زخیم شدن سرخ رگ های قلبی میکنه. نمیدونم چرا، ببخشید. و در نتیجه قلب هنگام فعالیت های بدنی فشار زیادتری رو تحمل میکنه، فشار زیادی تحمل میکنه. میزان بالای چربی ها در خون کمک به تولید لخته های خونی در عروق میکنه که میتونه باعث بسته شدن کامل یک سرخرگ شده و با تولید یک سکته قلبی بکنه. البته میتونه چند تا رگ رو هم با هم 70-80-90% ببنده. هدف از این برنامه اینه که بتونیم از بیماری های قلبی جلوگیری بکنیم و یا اونها رو به تأخیر بندازیم. و همونطور که همیشه عرض میکنم، این برنامه برنامه درمانی نیست، این برنامه اطلاعیه، برای اینکه دانش هموطنان عزیز بره بالا، برای درمان نیست. بیماری های قلبی اولین بیماری مرگزا در روی کره زمینه و در کشور کانادا طبق آخرین آمار مقام دوم داره و 28% کسانی که میمیرن به علت بیماری های قلبیه و این درست در کانادا درست بعد از سرطانه که باعث مرگ 29% از مردم میشه. با اینکه مصرف سیگار در کانادا نصف شده، ولی اضافه وزن و چاقی و اضافه شدن 5 تا 6 سانتی متر دور شکم در عرض 20 سال گذشته باعث ازدیاد بیماری های قلبی در آینده خواهد. به هر حال باید دانست که بیماری های قلبی به اندازه سابق کشنده نیستند و میزان مرگ و میر بیماران حدود 40% کمتر شد. حالا این مقدار بیش از حد کلسترول و تریگلیسیرید از کجا میاد؟ بالاترین میزان تهیه کلسترول در بدن توسط کبد انجام میشه که باعث مصرف بدن برای فعالیت‌های مختلف اونه. باعث مصرف میشه بدن برای فعالیت های مختلف مصرفش میکنه و بقیه توسط مواد غذایی، مخصوصا غذاهای حیوانی، وارد بدن میشوند و این غذاهای سرشار از چربی های ساتوره مانند گوشت های چرب، کره، لبنیات چرب و چربی های ترانس مثل مارگارین های هیدروژنه، دسرها و شیرینی ها.
شورتنینگ یادم نمیره و شورتنینگ بیشتر در مصرف صنعتی داره، در شیرنی ها و نون های صنعتی. اینا باعث میشن که مقدار کلسترول بد یا LDL در بدن بره بالا، در خون بره بالا. ولی امروز میدونیم که برای بیشتر افراد کلسترول مواد غذایی به تنهایی تأثیر کمی بر روی میزان کلسترول خون داره و غذاهایی مانند تخم مرغ، میگو و دل و قلوب و جگر که سرشار از کلسترول هستند، اینها نباید از لیست غذاها حذف بشن، زیرا مقدار کمی چربی ساتوره دارن. به غیر از خوراکی ها، گوشه‌گیری و تاباژیسم یعنی مصرف سیگارت، سیگار، پیپ، مصرف دخانیات. میخواستم کلمه دخانیات به کار نبرم که فارسی نیست، شد تاباژیسم، ببخشید. مصرف سیگار هم میتونه باعث بالا رفتن مقدار کلسترول در خون بشه. البته نباید فراموش کنیم که ژن‌ها هم یک نقشی در این باره داره. درباره تریگلیسیریدها، در اغلب موارد بر اثر الکل و شکرهای قندهایی که به سرعت جذب میشن، مثل شیرینی‌ها، شکلات‌ها، آبنبات‌ها و مرباهای بازاری، اینها در کبد تبدیل به تریگلیسیرید میشن. با اینکه تریگلیسیریدها نوعی چربی در خون هستند، ولی وجود آنها در خون معمولا از غذاهای چرب نیست و بلکه بر اثر خوردن قندهاست. البته غذاهای چرب اثر بر روی چربی های خون دارند، ولی غذاهای شیرین و غذاهایی که تبدیل به قند میشن هم به اندازه غذاهای چرب برای سلامتی ضرر دارند. غذاهایی که تبدیل به قند میشن نان سفید، برنج، ماکارونی های سفید. در طی 25 سال گذشته چربی ها را محکوم میکردیم که اثر بد بر روی قلب دارند، ولی در 4 تا 5 سال گذشته گروه های تخصصی متوجه شدند که چربی ها را زیاد محکوم کرده ایم و به شیرینی ها زیاد توجه نشده. بی اندازه درباره کلسترول، چربی های ساتوره و ترانس، چربی های ترانس حرف زده شده و در نتیجه کمپانی هایی که غذاها را درست میکنند چربی ها را کم کردند، مثل ماست بی چربی و غذاهای بدون کلسترول. ولی برای اینکه اینا خوشمزه بشن و قابل خوردن بشن، آنها شکر اضافه کردن و دانشمندان فکر میکنند که یکی از علل چاقی مردم همین مصرف زیادی شکره، یعنی قنده. شکر بر اثر متابولیسم انسولین بر روی چربی های خون اثر میذاره. وقتی شما یک قطعه شیرینی یا ماست شیرین به عنوان دسر میخورین، برای کم کردن قند خون انسولین بالا میره و وقتی انسولین خون بالاست یک سری عکس العمل تولید میکنه. مثلا چند ساعت پس از خوردن یک قطعه شیرینی کبد شما بیشتر از معمول تریگلیسیرید و کمی بیشتر کلسترول LDL یعنی کلسترول بد تولید میکنه و بر اثر بالا رفتن انسولین در خون قندها تبدیل به چربی انبار شده در بدن میشن و دور شکم و کمر جمع میشن و باعث ترشح یک سری مواد اکسید کننده و پرو انفلاماتوار میشن و این انفلاماسیون بدون شک کمک به بیماری های قلبی عروقی و احتمالا سرطان میکنه.
حالا چگونه ما میتونیم بفهمیم که این چربی ها در خونمون بالا رفته؟ ببخشید، با یک آزمایش خون، مقدار کلسترول بد یا LDL، مقدار تریگلیسیریدها و مقدار کلسترول خوب یا HDL و مقدار کل کلسترول ها یا بهش میگن توتال، اینا اندازه گیری میشه و در صورت لزوم پزشک درخواست آزمایش های کامل کننده دیگری هم میکنه همزمان. مانند همه چربی های موجود در خون، کلسترول در خون حل نمیشه و برای اینکه بتونه در سیستم گردش خون حرکت بکنه و به طرف سلول ها بره، باید توسط موادی به اسم لیپوپروتئین حمل بشه و دو نوع لیپوپروتئین اساسی وجود داره. یکیش های دنسیتی لیپوپروتئین یا همون HDL که کلسترول خوبه و کلسترول به طرف کبد میبره و دارای آثار تمیز کننده رگهای خونیه، و دومیش LDL یا لا دنسیتی لیپوپروتئین هاست که کلسترول بد نام داره و اگر مقدار اون در خون بالا باشه میتونه روی جدار داخلی رگها رسوب بکنه و بعد بهش نفوذ بکنه و در نتیجه انفلاماسیون تولید میشه و مواد دیگری هم به اون میچسبند، در مواد دیگری که در خون هستن، و تولید یک پلاک میکنن که باعث تنگ شدن و تنگتر شدن اون رگ میشه و در نتیجه اشکال در جریان گردش خون تولید میکنه که بهش میگیم آتریوسکلروز، و این پلاک میتونه تولید لخته بکنه و این لخته دلمه میشه که بهش میگیم ترومبوز، و اگر از جاش کنده بشه و در جای دورتری باعث بسته شدن رگ بشه بهش میگیم آمبولی. تریگلیسیریدها نوع دیگری از چربی خون هستند که چربی های جمع شده در بدن رو تولید میکنن و این به عنوان یک منبع ثانویه انبار میشه که وقتی بدن احتیاج به انرژی داره از اون استفاده میکنه. مثلا وقتی که منبع اولیه انرژی که گلوسیدهای موجود در کبد و عضلات تموم میشن، اون وقت بدن میره از این چربی ها استفاده میکنه. حالا میزان طبیعی کلسترول در بدن چقدره؟ پزشکان امروزه از میزان طبیعی کلسترول در بدن حرف نمیزنن، بلکه آن را با وضع عمومی شخص و سایر عوامل تولید کننده بیماری های قلبی عروقی میسنجن، مثل سن، سابقه بیماری، استعمال دخانیات، دیابت، فشار خون بالا، میزان کلسترول بد و کلسترول توتال، چربی شکم، سکس بیمار مرد یا زنه، اینها فرق میکنه. مثلا یک مرد 55 ساله سیگاری با فشار خون بالا در معرض خطر شدیده و باید کلسترول خونشو پایین بیاره، ولی یک زن 34 ساله که سیگاری نیست و فشار خونش بالا نیست و امکان خطر براش کمه، احتیاج زیادی به پایین آوردن کلسترول نداره. یه مثال دیگه عرض کنم، اگر مثلا یک آقای 40 ساله که دیابت نداره کلسترولش 4 باشه، احتیاج به درمان نداره، ولی اگر همین آقای 40 ساله دیابت داشته باشه و کلسترولش 4 باشه، باید کلسترولش رو پایین بیاره.
عرض کنم حضورتون، حالا درباره میزان تریگلیسیرید صحبت کنیم. میزان تریگلیسیرید ها بستگی به نوع تغذیه داره و یکسان نیست و هر روز فرق میکنه. متخصصین هنوز مقدار مشخصی برای مقدار تریگلیسیرید در بیماری قلبی معین نکردن. اگر مقدار آن از 1.7 میلی مول در لیتر بالاتر باشه، امکان خطر سندرم متابولیک هست، و اگر از 2 میلی مول بالاتر باشه بهش میگن هایپر تریگلیسیریدمی. حالا علائم سندروم های این وقتی که تریگلیسیرید بالا در خون چیه؟ همونطور که عرض کردم، این هایپرکلسترولمی و هایپرتریگلیسیریدمی اینا هیچ گونه سمپتومی ندارن. وقتی سمپتوم ها خودشون نشون میدن که سرخ رگ ها 75% تا 90% فعالیت هاشون رو از دست دادند. اگر سرخ رگ های قلبی باشه، درد در قفسه سینه هست که بهش میگن آنژین دو کواترین یا آنژین. اگر در عروق تحتانی باشه، درد در اعضای تحتانی هست، در ساق پا و در ناحیه را. چه کسانی در خطر هستند؟ افرادی که سابقه فامیلی بالا بودن چربی خون یا بیماری های قلبی دارند، افرادی که نوعی هایپرکلسترولمی ژنتیک فامیلی دارند و این مخصوص بعضی از ملت هاست، مثل لبنانی ها، مثل افریکانر ها، یعنی سفید پوستایی که در آفریقا جنوبی هستند، تونسی ها، کلیمی های اشکنازی لیتوانی، فنلاندی های کارلی شمالی، و در اینجا در کانادا کبکی های فرانسوی زبان. آقایان 45 سال به بالا، خانم های 55 سال به بالا و خانم هایی که دچار یائسگی زودرس شدن. کمبود میزان استروژن بعد از یائسگی باعث بالا رفتن میزان کلسترول توتال و کلسترول LDL، کلسترول بد میشه. حالا چه عواملی امکان خطر رو بالا میبرن؟ مهمترینش عادات زندگیه. عادات زندگی نقش مهمی در بالا بودن میزان کلسترول و در نتیجه صدمه دیدن سرخ رگ ها داره. عادات بد زندگی چیا میتونن باشن؟ اولیش تاباجیست، دخانیات. بعد مصرف مواد غذایی سرشار از چربی و شیرینی، الکل، کمبود فعالیت‌های بدنی، چاقی. اگر اندازه دور شکم و کمر بالاتر از 80 سانتی متر یا 31.5 اینچ در خانم‌ها باشه در خطرند، و برای آقایون 94 سانتی متر یا 37 اینچ اندازه دور شکم و کمر، اینها به بالاتر از این در خطر هستند. بعضی از بیماری ها مانند کمکاری مزمن کلیه ها و هیپوتیروئیدی درمان نشده، اینها هم باعث بالا رفتن میزان کلسترول میشن. بعضی از داروها هم باعث بالا رفتن کلسترول میشن، و اگر شخصی داروی مصرف میکنه و شک داره که این دارو باعث بالا رفتن کلسترولش میشه، باید با پزشک و یا داروساز مشورت بکنه. عرض کنم
پیشگیری، آیا میشه پیشگیری کرد؟ باید جستجو کرد. به علت اینکه این هایپرلیپیدمی هیچ گونه سمپتومی تولید نمیکنه، باید با آزمایش خون رو تشخیص داد و میزان کلسترول و تریگلیسیرید ها رو در خون مشخص کرد. چه موقعی باید این آزمایش انجام بشه؟ در کشورهای مختلف یکسان نیست. در کانادا پیشنهاد میشه که افرادی که الان عرض میکنم، اینها باید آزمایش های جستجو کننده کلسترول و تریگلیسیرید ها رو انجام بدن. اولیش آقایان 40 سال به بالا، خانم های یائسه یا 50 سال به بالا، افراد چاق، دیابتیک و اونهایی که در خطر هستند قبل از این سنی، صبر نکنن 40 سالشون 50 سالشون بشه. و همینطور در نزد افراد سالم حدوداً هر 5 سال یک بار این آزمایشات باید تکرار بشه. البته اینجا بیشتر افراد هر سال این کار رو میکنن. یک قوانین کلی پیشگیری هست که برای همه بیماری هست. این قوانین تنها برای پیشگیری از مشکلات قلبی مانند حملات آنژین و سکته نیست، بلکه برای پیشگیری از دیابت نوع دوم، چاقی، سرطان و بیماری های تخریبی سیستم عصبی مثل آلزایمر هم مفیده. اولیش عدم استعمال دخانیات، و اگر کسی الان معتاد هست، آلوده هست، باید سعی کنه ترکش کنه. استفاده از مواد غذایی سالم و رعایت اعتدال. میوه ها و سبزی ها و دانه های کامل باید همیشه در برنامه غذایی حاضر باشند. یکی از اشکالاتی که بیشتر افراد دارن اینه، مثلا که برنج سفید رو با نون میخورن، میگم برنج خالی سیر نمیشم. اون نونم متاسفانه اگه تو رستوران برین همه نونا نون سفیده. عرض کنم حضورتون ورزش و حرکات بدنی باید جزو عادات زندگی روزمره باشه، چون که باعث کم شدن خطرات چاق شدن و مبتلا شدن به فشار خون بالا و بیماری قند میشه. مصرف الکل، مقدار مصرف الکل نباید بیشتر از 1 گیلاس در روز برای خانوم ها و 2 گیلاس در روز برای آقایون باشه. البته برای کسانی که استفاده میکنند، اونایی که استفاده نمیکنند تشویق نشن. درمان‌های دارویی. عرض کنم حضورتون درمان‌ها بستگی به میزان چربی موجود در خون و سایر عوامل خطر برای بیماری‌های قلبی و عروقی داره. برای بیمارانی که نتیجه آزمایشات نشون میده که سلامتیشون در خطره، باید عوض کردن عادات زندگی در مرحله اول درمان قرار بگیره، مثل تغذیه، مثل تاباجیزم، مثل فعالیت‌های بدنی، مثل مصرف الکل. البته این بیماران در صورت امکان باید با متخصص تغذیه و کینزیولوژی تماس بگیرن، مشورت کنن و بعد از اولین ملاقات با پزشک، بعد از 4 تا 6 هفته 2 مرتبه با پزشک ملاقات بکنن تا آزمایشات تکرار بشه و در صورت لزوم و پزشک داروهای دیگه اگه لازم باشه بهشون بده. طبق آمارهای جدید درمانهای فارماکولوژیک
فقط بر روی افرادی که سابقه سکته قلبی و یا حمله آنژین داشتن بسیار مفید واقع شدند و برای جلوگیری از حملات بعدی به کار می‌گیرند. عرض کنم حضورتون الان تقریبا ساعت 18:30 دقیقه است. برنامه رو اینجا قطع می‌کنیم. از آقای سعید بهمانی استدعا می‌کنیم یک برنامه موزیک بذارن تا بعد ادامه بدیم. برنامه امروز کمی سنگین‌تر از روزهای دیگه است. قشنگی بود اگر اشتباه نکرده باشم. آهنگی از عارف و نارملا بود. این آهنگ مال 50 سال پیش اگر اشتباه نکرده باشم. عرض کنم حضورتون بله، جز درمان ها مهمترین درمان رژیم غذاییه و این رژیم غذایی که متخصصین کانادایی پیشنهاد میکنند اینه که اول از همه باید میزان کالری دریافت شده در روز رو کم کرد و وزن شخص باید متناسب باشه. بهش میگن وزن سلامتی، وزن متناسب برای سلامتی، یعنی نسبت قد به وزن و اندازه دور کمر. این مهمترین برنامه درمانیه. و بعد داشتن رژیم کم نمک و بدون شکر تصفیه شده مثل دسرها و شیرینی ها و مشابه اونها. و به جای چربی های ساتوره و چربی های ترانس از چربی های غیر ساتوره که بهش میگن انساتوره استفاده بشه، یعنی از مصرف چربی های حیوانی مثل کره و گوشت های چرب از اینا خودداری بشه و به جاش از روغن های گیاهی که حاوی چربی های مونو یا پلی انساتوره هستند مثل روغن زیتون و ماهی های چرب که حاوی اومگا 3 هستند استفاده بشه. زیاد کردن مصرف میوه ها و سبزی ها و کم کردن نوشیدن الکل و در بعضی از بیماران عدم مصرف الکل، یعنی 100% استفاده نشه. در مرحله اول بعضی از پزشکان توصیه میکنند که بیمار دسر را حذف بکنه چون که حاوی شکر بی حاصل برای بدن و بعد از چند ماه اثر اون رو کنترل میکنند و همینطور کنترل مصرف نان، برنج و ماکارونی ها. باید اضافه کنم که رژیمی که بهش میگن پورتفولیو که یک جور رژیم گیاهخواریه، اگر به طور جدی انجام بشه میتونه میزان کلسترول بد رو تا 35% پایین بیاره. و همینطور یه رژیمی هست بهش میگن رژیم مدیترانه، این هم برای سلامتی قلب و عروق زیاد استفاده میکنن ازش. برای این دوتا رژیم بهتره که با یک متخصص تغذیه یا یک دکتر ناتوروپات مشورت بشه. عوض کردن عادات زندگی به شدت بر روی سلامتی شخص اثر میذاره. مثلا چند ساعت پس از خوردن، انگلیسی شماش میگین جانک فود، ما اینجاش میگیم ملبوف، وقتی که شخصی جانک فود میخوره چند ساعت بعدش اگر خاصیت ارتجایی عروقش رو اندازه بگیریم که بهش میگیم کارکرد اندوتلیال، این رو یادداشت میکنیم و اون شخص رو ازش میخوایم مثلا روز بعدش یک غذایی بخوره که حاوی سالاد، گوجه فرنگی همراه با روغن زیتون و یک قطعه ماهی سومون. من اینجا میشه که ماهی سومون، نمیدونم انگلیسیش چی میشه. وقتی مقایسه بکنیم میبینیم کارکرد اندوتلیالش خیلی بهتره، قابل مقایسه با جانک فود نیست. یعنی
این غذایی که خورده میشه اثر فوری بر روی خون و عروق خونی داره و اگر این غذایی که عرض کردم مرتب تکرار بشه، بعد از مدتی سلامتی عروق را بهتر و بهتر میکنه. همینطور اگر شخصی که سیگار میکشه اگر سیگارش رو ترک بکنه، بعد از 24 ساعت میزان مونوکسید کربن CO در خونش به شدت کاهش میابه و اگر چند روز سیگار نکشه آثارش برای پلاکت های خون و انعقاد خون به وضوح مشخص میشه. حالا میدونم همه کسانی که سیگار میکشند و دیابت دارن ما بهش میگیم مواظب باشین، اینا همشون دشمن خونی من میشه. ورزش ورزش آثار مفیدی برای سلامتی داره، همچنین کمک به کم کردن وزن و ثابت نگه داشتن وزن میکنه و مشخص میشه که ورزش کردن، ورزش کردن مرتب هر روزه یا هر یه روز در میون مرتب، باعث بالا رفتن میزان کلسترول خوب و کم شدن تریگلیسیریدها میشه. پیشنهاد میشه که حداقل 30 دقیقه در روز ورزش متعادل آرام مثل راه رفتن انجام بشه، به طوری که هفته ای 1000 کالری بیشتر مصرف بشه. حالا اگه یکی نمیتونه روز 30 دقیقه راه بره، میتونه یه روز در میون 60 دقیقه راه بره. داروها، داروهایی که تمام این داروهایی که برای چرب خون به کار میره تمامش باید با نسخه پزشک تهیه بشه. اینها بیشتر برای پایین آوردن میزان کلسترول بد و کلسترول توتال استفاده میشه. به ندرت لازم میشه که یک داروی پزشک بنویسه که میزان تریگلیسیریدها رو پایین بیاره، چون این میزان تریگلیسیریدها به عوض کردن عادات زندگی خیلی به خوبی جواب میده. داروهای مصرفی از 5 خانواده مختلف هستند. اولش استاتین ها هستند که میزان کلسترول بد رو کم میکنن بدون اینکه روی کلسترول خوب اثر داشته باشن، مثل لیپیدور و یازکار. دوم از خانواده رزین ها هستند. اینها با نمک های صفراوی همکاری می کنند و باعث می شوند که کبد میزان بیشتری از کلسترول های خون رو مصرف بکنه. سوم از خانواده فیبرات ها هستند که باعث می شوند میزان تریگلیسیرید ها کمتر بشن. چهارم نیاسین که باعث میشه کلسترول خوب میزانش بالا بره، ولی پزشکان خیلی به ندرت از اون استفاده میکنن. و پنجمیش یک نوع ممنوع کننده جذب رودهی کلستروله، یعنی نمیذاره روده کلسترول خوب جذب بکنه، باعث میشه که بدن میزان کمتری از کلسترول مواد غذایی رو بتونه جذب بکنه. تنها دارویی که در کانادا استفاده میشه اسمش هست ازتیمیب. استاتین ها بیشتر از هر داروی دیگری مصرف میشن، به طور کلی تحمل اون خوبه، ولی در نزد 5% بیماران تولید آثار ناخواسته میکنه، مثل که مهمترینش دردهای عضلانیه. اثر این دارو برای پیشگیری در سال 2007 یک متخصص قلب فرانسوی به اسم میشل دلورجری، این در کتابش که یک کتابی نوشته که خیلی فروش رفته، گفته که مخالف مصرف این داروه. در سال 2010 مقالات علمی دیگری چاپ شده
که باعث بحث در این مورد شده. به هر حال قدرت این داروها برای پیشگیری از حملات آنژین یا سکته قلبی در نزد بیمارانی که در خطر هستند بسیار کم و یا هیچ است، ولی برای کسانی که دچار سکته قلبی شدند و یا از آنژین و بیماری های کرونریان رنج میبرند مطالعات نشون داده که مفیده. باز تکرار میکنم این برنامه آموزشیه، نرین دواتون رو قطع کنین بگین انصاری گفت اثرش کمه یا هیچه نخورین، نه، با پزشکتون مشورت کنید، این برنامه آموزشیه. حالا بریم سراغ طب مکمل. یک مکمل های غذایی مختلفی هست که در بازار به فروش میرسه که میگن اینا میزان کلسترول کم میکنه. البته میزان کلسترول در دراز مدت کم میکنه، ولی با قبل از استفاده از اون هم با پزشکتون مشورت کنید. اگر پزشکتون موافق بود که این دارو برای پیشگیری یا درمان شما مفیده استفاده کنید. البته این هم باید همراه با عوض کردن وضع زندگی روزانه باشه. اینجا بسیاری از دوستان حتی همیهنان ایرانی فکر میکنن خب حالا که من قرص خوردم کلسترولم متعادله، هرچی دلم بخواد میتونم بخورم، 4 تا سیخ کباب کوبیدرم میتونم بخورم. یا دوستانی هستن که دیابت دارن، وقتی قرص میخورن دیابتشون نرماله، خون مقدار گلوکوز خونشون طبیعیه، اینا فکر میکنن که حالا که قرص رو میخورم همه چی طبیعیه، این نونخامه ها رو چرا نزنیم؟ 2 تا نونخامه ها میخوریم، بستنی هم میخوریم، یه قرص هم اضافه میخوریم. نه هموطنان عزیز من، وقتی این مسائل پیش میاد یعنی تمام سیستم مریضه. وقتی شما بیماری قند دارین فقط قند خونتون نیست که بالاست، تمام سیستمتون در خطره، چشم در خطره، گوش در خطره، پا در خطره، اعصاب در خطره، رگ ها در خطرن. خب دیگه بیشتر از این ارزم کنم که به اصطلاح روزخونی نشه. یه چیز دیگه که در طب مکمل به کار میره و در طی 20 سال گذشته مطالعات بسیار زیادی درباره آثار مفید اون برای سلامتی قلب و عروق انجام شده، روغن ماهیه که شامل مقدار زیادی اومگا 3، اومگا 2 است، اومگا 3، و بر روی عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی آثار مثبتش نشون داده شده، مثل چربی های خون رو کم میکنه، فشار خون روی کاربرد عروق و انفلاماسیون، و مهمترین اثری که داره که تحقیقات زیادی اون رو نشون داده، ثابت کرده، کم کردن میزان تریگلیسیرید هاست، ولی بر روی میزان کلسترول خون اثری نداره. و مصرف این روغن کمک به پیشگیری از بازگشت حملات قلبی میکنه. ولی نرین یه دفعه روزی 8 قرص بخورین که زودتر بیشتر اثر بکنه، اونم دوزش باید دوزی که روی ظرفش نوشته یا دوزی که پزشکتون میگه یا ناتوروپاتتون میگه، اون دوز رو باید رعایت کرد. یک چیز دیگه ای که توی مغازه‌های پرودوی ناتورال میشه خرید اینا فیتوسترول هاست. چندین مطالعه علمی نشون داده که مصرف فیتوسترول ها در مدت طولانی میتونه 10 تا 14% میزان کلسترول بد رو کم بکنه بدون اینکه آثار ناخواسته داشته باشه. به علاوه مصرف فیتوسترول ها همراه با استاتین باعث میشه که مقدار بیشتری از میزان کلسترول خون کم بشه. این دوتا اثر کامل کننده یک دیگر رو دارن.
استاتین باعث میشه که بدن مقدار کمتری کلسترول بسازه و فیتوسترول ها باعث میشن که مقدار کمتری کلسترول در روده جذب بشه. میزان مصرف اون، دوز اون 2 تا 2.5 گرم 2 تا 3 بار در روزه که یا قبل از غذا و یا به مواد غذایی اضافه میشه، یا مثلا در سس سالاد ریخته میشه یا در مارگارین که وجود داره. مارگارین هایی هست که این فیتوسترول زیاد توش هست. سومیش پروتئین سویاست. مطالعات بسیار زیادی درباره رژیم های غذایی سرشار از پروتئین سویا برای سلامتی قلب و عروق انجام شده و نشون میده که حداقل مصرف حداقل 25 گرم پروتئین سویا در روز باعث کم شدن چربی خون و در نتیجه کم شدن خطر دچار شدن به بیماری های قلبی عروقی میشه. باید دونست که این اثر وقتی کامل میشه که پروتئین سویا جانشین پروتئین حیوانی بشه. و بعدیش سیلیوم، دو تا متاانالیز، یعنی آنالیزی که روی مطالعات قبلی انجام شده، دو تا متاانالیز هم چاپ شده، یکی در سالهای 1997 و یکی در سال 2000. این نشون داده که مصرف 5 گرم پسیلیوم در روز 2 بار در روز همراه با رژیم کمچربی دارای آثار مثبت بر روی افرادی که از چربی خون رنج میبرند بوده. دانشگاه یک مطالعه دیگری در دانشگاه اتاوا نشون داده که اگر غذاها کم چربی هم نباشند، این فسیلیوم باعث پایین اومدن چربی خون میشه. مقدار مصرف اون 10 تا 20 گرم 2 تا 3 بار در روز. و آخریش مخمر برنج قرمز، اثر مثبت این محصول برای کم کردن میزان چربی خون با دلایل علمی محکم ثابت شده، ولی متاسفانه امکان تهیه اون در آمریکای شمالی سخته. البته مارکایی هست دیگه هست که ممکنه پیدا بشه، ولی اثر مارک اصلی رو نداره. بعد آرتیشو با اینکه برای تقویت فعالیت های کبد و کیسه صفرا به کار میره، ولی مطالعات کلینیکی نشون داده که از تولید کلسترول بد هم جلوگیری میکنه. یک مطالعه که به زبان فرانسه در تاریخ 25 می 2011 چاپ شده. این مطالعه نشون میده که لیکوپن موجود در گوجه فرنگی به اندازه داروهای شیمیایی میتونه باعث کم شدن میزان کلسترول بد بشه. این نتیجه یک متاانالیز استرالیاییه که روی 12 مطالعه که بر روی 700 نفر انجام شده دقیقا تجزیه و تحلیل کرده و نشون داده که مصرف 25 میلی گرم لیکوپن در روز در حدود 10% از میزان کلسترول بد رو کم میکنه، که درست معادل مصرف داروهای ضد کلسترول مثل استاتین. و این مطالعه در دانشگاه ادلاید استرالیا انجام شده. لیکوپن همینطور باعث پایین اومدن فشار خون در بیماران فشار خونی میشه و محققین این مطالعه عقیده دارن که مصرف 25 میلی گرم لیکوپن که در 50 گرم سس گوجه فرنگی خمیری شکل
که در سوپ یا روی پیتزا ریخته میشه و یا نوشیدن 500 میلی لیتر آب گوجه فرنگی و یا خوردن یک ظرف بزرگ سالاد میوه حاوی هندوانه، پاپای یا گویاب که به همون مقدار لیکوپن دارن ولی اسیدیتشون کمتره کافیه. میشه از مکمل‌های آماده لیکوپن طبیعی هم استفاده کرد. لیکوپن از پوست در مقابل نور آفتاب حفاظت میکنه و از تولید سرطان پروستات نیز پیشگیری میکنه. ولی برای کسانی که ریفلکس گاستروازوفاژین دارن کنتراندیک است. باز تکرار میکنم، این برنامه آموزشیه. نرین دعوتون رو بذارین کنار بگین گوجه فرنگی میخورم خوب میشم. انصری گفت سراب گوجه فرنگی بخورین خوب میشید. نه، برای هر چیزی حرف پزشکتون رو گوش بکنید نه حرف منو. از کنم حضورتون برنامه امروز در اینجا به پایان میرسه و من بی نهایت از همیهنانی که به این برنامه توجه داشتن تشکر میکنم و همینطور از آقای بهبهانی تشکر میکنم که این افتخار رو من دادن که با شما همیهنان عزیز با صحبت بکنم و تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم و امیدوارم که تنتان به ناز طبیبان نیازمند مباد و انشالله هفته آینده روز سه‌شنبه خدمتتون هم رسید. خدا نگهدار شما تا هفته های بعد.